اما تو این فیلم میخوام بریم سراغ مسائل مهره. یا مثلا میاد سوال میگه من 6 تا مهره دارم، این عددا روش نوشته شده، یه سری سوال میپرسه. یا میاد میگه من مهرام رنگیه، چقدر احتمال داره 2 تاشون سبز باشه 4 تاشون هم رنگ باشه، از اینجور سوالا. یا میاد میگه من 6 تا عدد برداشتم روی 6 تا کارت نوشته، حالا به جای مهره اون که کارت باشه، چقدر احتمال داره من مثلا اینا رو برداشتم دومیه مثلا عدد 6 باشه، از اینجور سوالا. میخوایم با هم دیگه حل کنیم تمام مسائل دیگه توی این فیلم، تقریبا سعی کردیم که پوشش بدیم. بریم با حل چند تا مثال مسائل مهره رو یاد بگیریم. مثال اول میگه در جعبه 4 مهره سفید، 2 مهره سیاه و 5 مهره نارنجی موجود است. با چشمان بسته 3 مهره از این جعبه خارج میکنیم. مطلوب از تعیین احتمال آن که الف مهره های انتخابی هم رنگ باشد. خب تعیین احتمال داریم، میبینیم جمله قبل فضای نمونه و جمله بعدش میشه احتمال. جمله قبل گفته چیکار میکنیم؟ با چشمان بسته 3 مهره از جعبه خارج میکنیم. پس فضای نمونه من میشه انتخاب 3 مهره جعبه، یعنی میگم 3 تا از مهرهایی که توی جعبه وجود داره. حالا چی دلم میخواد؟ دلم میخواد که مهره های من هم رنگ باشد. پس اینو میگیرم آ پیش آمده من، حالت های اینو حساب میکنم، حالت های اینو حساب میکنم، تقسیم میکنم. شروع کنیم. این جعبه منه 4 سفید، 5 تا نارنجی و 2 تا سیاه. اینم که پیش آمده منه. NS میشه انتخاب 3 تا از اینا، پس میشه انتخاب 3 تا از 11 تا مهره که تو جعبه وجود داره، 165. حالا چی دلم میخواد؟ هم رنگ باشن. بیایم معنی کنیم اینو با هم دیگه. 3 تا مهره دارم، میخوام 3 مهرم هم رنگ باشه. یعنی چی؟ یا 3 تا سفید، یا 3 تا نارنجی، یا 3 تا سیاه. ولی غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه من 3 تا سیاه ندارم. پس وقتی نمیخوام بنویسمش میگم یا هر 3 سفید یا هر 3 نارنجی، دیگه هر 3 سیاه رو نمیتونم بگم چون 3 تا سیاه ندارم. اگه بخواد 3 مهره من هم رنگ باشه باید یکی از این 2 حالت باشه. حالا میخوام تعداد حالت های اینو حساب کنم. تعداد حالت های یعنی که یا 3 تا سفید باشه، یعنی من دستم میکنم توی جعبم 3 تا از مهره های سفید رو برمیدارم، میشه انتخاب 3 از 4. یا یعنی به علاوه، یا در نمادهای ریاضی به علاوه 3 تاش نارنجی باشه، یعنی 3 تا از 5 تا. حاصل این 4، حاصل این 10، جواب 14. پس چیزی که من دلم میخواد 14 حالته و در حالت کلم 165 حالت داریم. نسبت اینا میشه 14. 165 احتمال اینکه 3 تا مهره که انتخاب میکنیم هم رنگ باشه. بریم قسمت ب. میگه از هر 3 رنگ بین مهره های انتخابی باشد. خب من 3 تا مهره انتخاب کردم، NS هم که اون اینا قبل بود 165. حال دلم میخواد از هر 3 رنگ داشته باشیم. بیام اینو معنی کنیم برای خودمون. بچه ها قبل از اینکه میخوام تعداد حالت رو حساب کنیم، معنیش کنیم. فارسی 3 مهره میخوام بردارم، میخوام از هر 3 رنگ داشته باشم، یعنی مختلف و رنگ باشن. این یعنی چی؟ یعنی یکی سفید باشه، یکی سیاه باشه و یکیش نارنجی باشه. اینو قشنگ مینویسیم. حالا میخوای تعداد حالت حساب کنی؟ راحته. یکیش مثلا سفید باشه میشه انتخاب 1 از 4، و یعنی ضرب داره. یکی سیاه باشه 1 از 2، و یعنی ضرب داره. یکیش نارنجی باشه 1 از 5، پس میشه 1 از 5، 1 از 2، 1 از 4، تو هم ضرب میکنیم میشه 40 حالت. یعنی در 40 حالت 3 تا رنگ مختلف بین 3 مهره انتخابی من هست. پس میشه 40 165. بعدیش ببینیم چی گفته. میگه مهره سیاه بین مهره های انتخابی باشد. اینو میخوام معنیش کنم. این چیزیه که میخوام احتمالش حساب کنم. این هسته که قبلا حساب کردیم 165. من میخوام مهره سیاه بین مهره های انتخابی باشه. بیام اینو معنیش کنیم. بچه ها من چند تا مهره برمیدارم؟ 3 تا. وقتی میگم معنیش کنی یعنی تکلیف 3 مهره رو مشخص کن. همیشه تو مسائل مهره باید این کارو بکنی. اگه 5 تا مهره برمیداری تکلیف 5 تاشو باید مشخص کنی. خب من میخوام 3 تا بردارم، میخوام سیاه بینشون باشه. یا میگم یکیش سیاه باشه، 2 تاش از بقیه مهم نیست، حالا یا نارنجی یا سفید، چون بقیه میخوام سیاه باشه. یا اینکه 2 تا سیاه باشه، یکی از بقیه، یا اینکه هر 3 تا سیاه باشه، ولی هر 3 سیاه امکان نداره چون 3 تا سیاه نداره. پس اگر بخواد سیاه بینشون باشه، یا میگم یه دونه سیاه 2 تا از بقیه، یا اینکه 2 تا سیاه یکی از بقیه. تعداد حالت ها رو حساب کنیم. بچه ها یکی از سیاه یعنی یکی از 2 تا، و یعنی ضرب در 2 تا از بقیه. بقیه چند تاست؟ 2 4 6 8 9، پس میشه 1 از 2 2 از 9. یا یعنی به علاوه میخوام 2 تا سیاه باشه، میشه میگم 2 از 2، و یعنی ضرب در 1 از بقیه یعنی 1 از 9،
حاصل اینو که حساب کنیم میشه 81. 2 از 9 میشه 36، ضرب در 2 میشه 72، 1 از 9 میشه 9، اینم که 1 میشه 9 تا، 72 و 9 میشه 81. احتمال من میشه نسبت اینا، یعنی 81 به 165. بریم قسمت بعدیش. میگه حد اکثر یک مهره نارنجی بین مهرهای انتخابی باشد. خب من قبلی گفته بودم سیاه داشته باشه، اینجا میگم حد اکثر یه نارنجی توش باشه. این جور سوالای مهره باید تکلیف سه مهره رو مشخص کنی تا بتونی تعداد حالت‌ها رو به دست بیاری. خب شروع می‌کنیم. میگه حداقل یک، ببخشید حد اکثر یک مهره نارنجی بینشون باشه. خب ببینیم معنیش کنیم. حد اکثر یک مهره نارنجی چند تا بخوام بردارم؟ 3 تا. یعنی یا یه دونه نارنجی باشه، 2 تا از بقیه دیگه برام مهم نیست، یا اینکه هیچی نارنجی نباشه، یعنی هر 3 تاشون از بقیه باشه. یعنی پس یه نارنجی، 2 تا بقیه، یا اینکه 3 تا از بقیه باشه نارنجی نداشته باشه. خب بریم تعداد حالتاشو حساب کنیم. یه دونه نارنجی میشه 1 از 5، و یعنی ضرب 2 تا از بقیه. بقیه من اینجا چند تا میشه؟ 2 4 6. ببین سری بقیه من 6 تاست، پس میشه 1 از 5 ضرب در 2 از 6، یا به علاوه 3 تا از بقیه، یعنی 3 تا از 6 تا. دیگه حاصل اینا رو بلدی حساب کنید. 2 از 6 15 ضرب در 5، اینم که میشه 36، جواب میشه 95 تا. احتمال میشه نسبت اینا، یعنی 95 به روی 165. پس ما سعی کنیم توی این مثاله که الان با هم دیگه حل کنیم همین حالتها رو بگیم. حد اکثر داشته باشه، سیاه توشت باشه، هم رنگ باشه، مختلف و رنگ باشه. سوال بعدی رو ببین. از کیسه شامل 4 مهره سفید و 6 مهره قرمز 4 مهره به تصادف با هم بیرون می آوریم. احتمال آنکه تعداد مهرهای قرمز و سفید انتخابی متفاوت باشد را بیاریم. خب شروع میکنیم. کلمه احتمال آنکه قبل فضای نمونی بعد پیش آمد. قبل چی گفته؟ میگه 4 مهره به تصادف انتخاب میکنم. پس من 4 تا میخوام بیارم بیرون. از چند تا؟ از تو کیسم. دیگه رنگش مهم نیست، چشم میبندم دستا میکنم تو، 4 تا میارم بیرون. چند تا مهره تو جوابم؟ 10 تا. پس فضای نمونه ای رو همین الان فهمیدم، NSM هم میشه انتخاب 4 از 10. اما چی دلم میخواد؟ دلم میخواد تعداد مهره هایی که انتخاب میکنم متفاوت باشه. یعنی 4 تایی که برمیداری مهره های سفید و قرمزی که برداشتم، مهره های سفید تعدادشون متفاوت باشه. خب بریم شروع کنیم. 4 تا سفید 6 تا قرمز، NSM که میشه انتخاب 4 تا از این 10 تا که جواب میشه 210 تا. دلم میخواد حالت مهرهایی که انتخاب میکنم چی باشن؟ تعدادشون یکی نباشه، تعداد حالاتی که مهرهای انتخابی یکی نباشن، یعنی از نظر تعدادی. خب بخوام اینو معنیش کنم. خب بیام ببینید چه حالتایی میشه. یه حالتی که من 4 تا رو برمیدارم هیچیش سفید باشه 4 تاش قرمز. یه حالت اینه که یکیش سفید باشه 3 تاش قرمز. یه حالت اینه که 3 تا سفید باشه یکیش قرمز. یه حالت اینه که 4 تاش سفید باشه هیچیش قرمز. اینا حالتی که متفاوت بود تعدادشون. اما حالتی که تعدادشون برابر باشه چی میشه؟ 2 تا از این باشه 2 تا از اون. ببین وقتی من میخوام 4 تا رو بردارم 5 حالت میشه. خوب گوش کن. 4 تا میخوام مهره بردارم سفید و قرمز. حالت اول هیچی سفید 4 تا قرمز. دوستاشی بنویس. حالت دوم یکی سفید 3 تا قرمز. حالت بعدی 2 تا سفید 2 تا قرمز. حالت بعدی 3 تا سفید 1 دونه قرمز. حالا بدی همش سفید. این 5 تایی که گفتم میشه حالت های ممکن. حالا سوال کدومو میخواد؟ اونه که تعداد مهره های انتخابی یکی نیست، تعدادشون یکی نیست. خب اونه که تعدادشون یکی نیست 4 تاشون بودن. خیلی سخت من اونو حساب کنم. هر وقت خواستی احتمال حساب کنی حالت ها زیاد شد، بیا برعکسش حساب کن. یعنی کل حالت ها رو حساب کن، منهای حالت هایی که تعداد مهره های انتخابی یکیه. حالت هایی که مهره های انتخابی یکی باشه تعدادشون. خب شروع میکنم. تعداد کل من چقدر شد؟ 4 از 10. حالا من میخوام تعدادشون یکی باشه، یعنی من 4 تایی که برم دارم به طور مساوی برداشته باشم. یعنی 2 تا از این 2 تا از این میشه انتخاب 2 از 4 2 از 6. خب این که 4 از 10 210، 2 از 4 6، 2 از 6 15، ضرب کنیم 90، 210 منهای 90 میشه 120 تا. یعنی در 120 حالت تعداد مهره هایی که انتخاب میکنم یکی نیست، در 90 حالت تعداد مهره هایی که انتخاب میکنم یکیه. یعنی 2 تا از سفید دارم 2 تا از قرمز دارم. احتمال من میشه نسبت اینا NA و NS رو دارم که جواب میشه 4/7. بعدی رو ببینیم.
در کیسه آ 5 مهره قرمز و n مهره سفید داریم. اگر 2 مهره سفید از آن کم کنیم و به جای آن 2 مهره قرمز جایگزین کنیم، احتمال خارج شدن مهره قرمز از کیسه 1/5 افزایش می‌یابد. مقدار n کدام است؟ 5 6 3 4. سوال قشنگه. ببین چی میگه. خب من میگه یه مهره‌ای داشتم، یه جعبه‌ای داشتم، 5 تا قرمز توش بوده، n تا سفید. خودش گفته 5 تا قرمز n تا سفید. جعبه واسه شده آ. میگه من اومدم چیکار کردم؟ 2 تا از سفیدای این کم کردم، 2 تا قرمز اضافه کردم. یعنی جعبه بی من 2 تا از سفیداش کم شده، 2 تا از قرمزش اضافه. من این کار کردم، 2 تا انگاری از این کم کردم به این اضافه کردم. میگه وقتی که من این کارو میکنم، احتمال خارج شدن قرمز 1/5 افزایش پیدا میکنه. یعنی احتمال قرمز بودن اینجا 1/5 بیشتر از احتمال قرمز بودن اینجاست. من نمیگیرم جعبه آ، اینو میگیرم جعبه بی، یا کیسه آ کیسه بی. یه بار احتمال قرمز بودن اینجا رو حساب میکنم، یه بار احتمال قرمز بودن اینجا رو حساب میکنم. طبق فرض سوال این اگه به علاوه 1/5 بشه با این برابره. چرا؟ چون خودش گفت این 1/5 بیشتره. خب شروع میکنیم. احتمال قرمز بودن توی کیسه آ چقدره؟ ن آ به ن اس. ن آ من میخوام یه دونه از قرمز، من یه مهره میخوام بردارم. میخوام چی باشه؟ مهرم قرمز باشه. پس میشه انتخاب 1/5. حالا ن اس میشه یه دونه از کل، یه دونه از کل جعبه. کل جعبه چقدر مهره داره؟ ن به علاوه 5. میشه 1 بر روی ن به علاوه 5 یا 5 به علاوه. صورت جواب 5، مخرج جواب 5 به علاوه ن. یعنی احتمال اینکه یه مهره بردارم و مهرم قرمز باشه 5 به کله. از این به بعد یاد بگیریم وقتی میخواین یک مهره بردارین، احتمال سفید، قرمز، آبی، زرد بودن کافی همون تعداد مهره رو به کل تقسیم کنی. یعنی چی؟ احتمال قرمز بودن اینجا چون 5 است میشه 5 به کل اگه یه مهره برداریم. اگه دوتا برداریم که دیگه بریم حالتاشو مثل الان حساب کنیم. حالا تو کیسه B احتمال قرمز بودن، خب طبق نکته که گفتم میتونی بگی 7 به کل، یا اگه یه مهره که برم دارم میگم 1/7. کلش چند تاست؟ 7 تا و n منهای 2 تا اگه جمع کنیم میشه n به علاوه 5 تا، که میشه 7 به روی n به علاوه 5. پس احتمال قرمز بودن تو کیسه B اینقدره، احتمال قرمز بودن تو کیسه A اینقدره. حالا سوال چی گفته؟ گفته و طبق فرض وقتی من 2 تا مهره از این کم کردم به اون یکی اضافه کردم، یعنی مثلا از سفیدا کم کردم به قرمزا اضافه کردم، احتمال قرمز بودن 1/5 زیاد شد. خب خیلی واضحه این قرمزش بیشتر باشه احتمالش هم بیشتره. پس احتمال قرمز توی این از این 1/5 بیشتره. پس اگه من احتمال قرمز بودن این حساب کنم به علاوه 1/5 کنم با اون برابره. خب احتمال قرمز بودن این چقدر بود؟ حساب کردیم دیگه، 5 به روی n به علاوه 5. احتمال قرمز بودنمون هم حساب کردیم، 7 به روی n به علاوه 5. این معادله رو که حل کنی مقدار n هم به دست میاد 5. پس این سوالو برای خودتون سخت نکنید، به راحتی میتونید اینجور سوالا رو حل کنید، فقط باید درکشون کنید.